دو زلزله هولناک در تهران برای دقایقی شهر را به هم ریخت. مردم هراسان به خیابان‌ها آمدند. تهرانی‌ها هوشیار باشند. اینها نمونه‌های از تیترهای اخباری است که طی چند روز اخیر تعدادی از رسانه‌ها در مورد زلزله اخیر در تهران منتشر کردند. زمین لرزه‌ای به قدرت 3.5 دهم ریشتر ساعت 43 دقیقه بامداد پنجشنبه در 10 کیلومتری جواد آباد از توابع ورامین در استان تهران لرزان. زمین لرزه‌ای هم به بزرگی 3.9 دهم ریشتر حوالی دماوند در استان تهران را لرزان و مدیر کل مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد که این ستاد همزمان با وقوع زلزله در این استان در آماده باش کامل قرار دارند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. زلزله در تهران هر لحظه امکان رخ دادن دارد. این همیشه یک هشدار جدی است. زلزله در تهران یکی از تهدیدهایی است که میتواند نه تنها شهر تهران بلکه کل ایران را با یک بحران جدی مواجه کند. یک ابزار تصویرسازی مبتنی بر هوش مصنوعی به تازگی پیش بینی کرده است که در صورت وقوع زلزله 7.9 ریشتری در تهران چه بلایی بر سر برج 435 متری میلاد خواهد آمد. علی بیت اللهی زلزله شناس در صفحه شخصیش در تلگرام درباره زلزله اخیر تهران نوشت: گسل مشا یکی از خطرسازترین گسل‌های ایران زمین با سابقه رخدادهای سترگ و ویرانگر است، به طوری که فعالیت لرزه‌ای آن می‌تواند کلان شهر تهران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وی در ادامه نوشته است: بسیار اهمیت دارد که توالی رخدادهای بعد از این زلزله به ویژه از طرف ساکنین دماوند و سکونتگاه‌های اطراف با حساسیت دنبال شود. در خصوص امکان رخ داد زلزله‌تر در ادامه به هیچ وجه نمیتوان اظهار نظر کرد، اما عقلانی است که توصیه شود تا مردم عزیز منطقه دماوند و مشا هوشیاری لازم را داشته باشند، با این امید که رخ داد لرزه‌ای خسارت‌زایی رخ ندهد. ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند لرزخیز آلپ هیمالیا و در محل تصادم ورقه های اوراسیا عربستان از نظر زمینشناسی فعال است. حدود 8% از زمین لرزه های دنیا و حدود 17% از زلزله های بزرگ دنیا در فلات ایران رخ می دهد. حرکت همگرایی ورقه های زمین سبب تغییر شکل فعال در ایران به عنوان یکی از لرزخیزترین نواحی جهان شده است. طی 60 سال اخیر در ایران زلزله های بسیاری شهرهای مختلف ایران را لرزانده و خسارات مالی و جانی فراوانی به بار آورده است که زمین لرزه بوئین زهرا با شدت 7.2 ریشتر و 10,000 کشته در سال 1341 یکی از شدیدترین زمین لرزه ها در چند دهه اخیر بوده است. طی 2 دهه اخیر نیز زلزله های شدیدی برخی از مناطق ایران را دچار خسارات مادی و جانی فراوانی نمود. طی سالهای 1382 در بم، 1383 در فیروزآباد و زرند، 1391 در اهر و ورزگان، 1396 در کرمانشاه و 1401 در خوی زلزله های شدید علاوه بر آسیب زدن به مناطق مسکونی و بی خانمانی تعداد زیادی از مردم موجب کشته شدن هزاران نفر گردید. پیش بینی های منابع دانشگاهی و منابع رسمی دولتی و خبرگزاری ها مبنی بر احتمال وقوع یک زمین لرزه برجسته در تهران اشاره دارد. مطالعه‌ای در سال 1397 نشان داده که امکان وقوع زلزله شدید در تهران میان سالهای 1403 تا 1409 خورشیدی وجود دارد. رشد شهری در تهران به شکل نادرست انجام شده و حدود 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در ناحیه بسیار خطرناک قرار دارند. یک پژوهش زمینشناسی پیش بینی می کند که زلزله ای با بزرگی حدود 7 ریشتر در تهران 640,000 مسکن را از مجموع 1,100,000 مسکن ویران کرده و علاوه بر این بیش از 1,500,000 از جمعیت تهران را کشته
و حدود 4,300,000 نفر را زخمی کند. گسل‌های اصلی تهران شامل گسل مشاع و شم، گسل شمال تهران، گسل نیاوران، گسل تلوپایین، گسل محمودیه و گسل شایان و کوثر می شود و این گسل‌ها خطرناک می باشند. طبق محاسبات علی درویش زاده، پدر علم زمینشناسی ایران، این دوره برای تهران 150 ساله است، در حالی که از وقوع آخرین زمین لرزه بزرگ آن 180 سال گذشته است. این تأخیر 30 ساله به این معنی است که زمین لرزه بعدی احتمالاً شدت و بزرگی بیشتری خواهد داشت. انرژی زمین در حال جمع شدن در گسل هاست و زلزله بعدی تهران قابلیت وقوع تا 7.5 ریشتر را دارد. از میان گسل های متعدد در تهران احتمال فعال شدن 3 گسل مشا، جنوب ری و شمال تهران وجود دارد که فعال شدن هر کدام خسارات و شدت گوناگونی را در هر منطقه از تهران در پی خواهد داشت. به هر حال وقوع زلزله در تهران اگرچه امری محتمل است و ممکن است اتفاق نیفتد، اما رعایت نکات ایمنی برای کاستن از احتمال خسارات مادی و جانی در صورت وقوع امری ضروری است. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر محسن کمالیان، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام علیکم، در خدمتتون هستم. بزرگوارین. آقای دکتر، با توجه به زلزله های اخیر در اطراف تهران، تا چه میزان احتمال وقوع زلزله در تهران جدیه؟ بفرمایید. ببینید، احتمال وقوع زلزله در تهران همیشه جدی بوده. یعنی زلزله با دوره بازگشت 475 سال رو همونجوری که الان تو گزارش تو من در واقع اومد، به طور متوسط هر 150 سال یه بار بر مبنای مطالعات آماری در واقع اومده که الان سال 80 سال در واقع گذشته، دیر و زود داره به قول معروف، ولی سخصوص نداره. بنابراین این احتمال همیشه وجود داره، خیلی هم جدی هست. اگر این دو زلزله در واقع اخیری هم که اطراف تهران، اطراف گسل مشا در واقع به وجود اومد، اگر به وجود نمی اومد، باز توی یعنی محتمل بودن در واقع، یا قطعی بودن، نه محتمل، در قطعی بودن در واقع وقوع زلزله در واقع بزرگ در تهران هیچ تغییر ایجاد نمی‌شد. قضیه به هر حال خیلی جدی و خلاص قطعی است. یعنی باید مردم و مسئولین خودشون رو برای همچین در واقع واقعی بدون تردید در واقع آماده بکنن. آقای دکتر، برای کاهش خسارت‌های احتمالی جانی و مالی در صورت وقوع زلزله، چه توصیه‌هایی به مردم میتوان داشته باشیم؟ بفرمایید. ببینید، توصیه‌های اصلی در زمان وقوع زلزله نیست، بلکه از مدت‌ها، از سال‌ها قبل از وقوع زلزله است. باید در واقع ساختمون سازی به شکل کاملا اصولی و مقاومه در مقابل در واقع خطرات زلزله انجام بشه. باید شهرهای مختلفی که در واقع خطر لرزخیزیشون در واقع بالاست، اینا باید ریس پهنبندی بشن، کاری که تو همه دنیا داره انجام میشه و مشخص میکنه که مثلا کجای شهر ساختمان‌های بلند بسازن، کجا ساختمان‌های کوتاه بسازن، کجا ساختمان سازه‌های حساس بسازن، کجا هیچ کدوم اینها رو در واقع نسازن. این اولی مرحله است. و بعد موقعی که مسئله ساخت و ساز در واقع مطرح شد، از آیین‌نامه هایی که در واقع موجود هست، مثل آیین‌نامه 2800 در واقع ایران، الان ویرایش چهارمش در واقع مطرح، یعنی داره استفاده میشه، باید استفاده کرد و ساختمان‌ها رو دقیقا بر اساس این آیین‌نامه ها، ساختمان‌های جدید رو بر اساس این آیین‌نامه ها در واقع طراحی کرد و اجرا کرد، و ساختمان‌های موجود رو هم باید بر اساس آیین‌نامه های مقاوم سازی یا دستورالعمل های مقاوم سازی باید مقاوم سازی کرد. وقتی که زلزله میاد، یعنی زمان وقوع، شما جلوی خسارت رو امکان نداره، یعنی خسارت مالی رو نمیتونید بگیرید، جلوی خسارت های جانی رو میتونید تا یه حدودی بگیرید، ولی اونم تا یه حدودی.
ولی خسارت های مالی و ابعاد خیلی بیشتر از در واقع مسائل مالی. اگه زلزله مثلا در تهران زلزله بزرگی بیاد، اصلا غیر از بحث‌های مالی ابعاد امنیتی در واقع میتونه داشته باشه، ابعاد سیاسی وسیع میتونه داشته باشه. اینا به هر حال همه اینا باید با ساختساز و اصولی در واقع بناها از قبل در واقع پیشبینی رو بشه و جلوی خطرها در واقع گرفته بشه. سپاسگزارم از شما دکتر محسن کمالیان، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله، از تهران با ما همراه بودند.